سلام، محمد عمر کمال هستم و در برنامه امروزی ولایت نورستان را برای شما به معرفی میگیرم. قبل از تماشای این ویدیو چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را فشار بدهید تا در آینده از ویدیوهای تازه ما با خبر شوید. نورستان ولایت در شرق افغانستان که کمتر دیده شده و بیشتر در مورد زیبایی‌هایش سخن به زبان آمده است. ولایتی که کوههای بلند و سرسبز، دره‌های زیبا و دریاهای خروشان را در خود جا داده است و می‌شود گفت هنوزم که هنوز است به صورت کامل دیده نشده است. از کوههای آلپ، دریای راین و طبیعت زیبای سوئیس که بگذریم در این سوی دنیا و با عبور از خاورمیانه و سرزمین‌های نفتخیز، افغانستان در دل خود یک دنیای بکر و طبیعت دست ناخورده چون نورستان را جا داده است. قبل از تصرف این ولایت توسط عبدالرحمن خان در میان سالهای 1895 و 1896 نورستان موسوم به بلورستان بود که اکثر مسلمانان آن را به نام کافرستان می شناختند. مساحت نورستان به 9225 کیلومتر مربع می رسد که جمعیت نزدیک به 150,000 نفر دارد. درختان در بعضی نقاط آن تا ارتفاع 4000 متری وجود دارند و بالاتر از آنان درختزارهای بید و بوتزارها دیده می شوند. اکثریت مردم نورستان با زبان نورستانی و ایده هم به زبان پشهی صحبت می کنند. هرچند اکثر اهالیان به زبان پشتو بلدیت داشته و ایده هم می توانند به فارسی صحبت کنند. مرکز نورستان پارون است و در کناران بلسولی های نورگرام، دواب، مندول، وایگل، واما، کامدیش و برگ متال نیز در این ولایت قرار دارند. یک پنجم تمامی جنگلات افغانستان در نورستان قرار دارد و این جنگلات ساحه به مساحت 251,504 هکتار زمین را پوشانیدند. سه دریای بزرگ نیز در این ولایت قرار دارد. اکثریت مطلق مردم نورستان اصالت نورستانی دارند. نظر منشی یونانی دانستن نورستانی ها اولین بار توسط پینل مطرح شد. هرچند ایده ای نظریه را نمی پذیرند و ادعا دارند که این نظر نادرست است و زمانی که اسکندر می خواست از راه نورستان به سوات و هند برود با مقاومت شدید نورستانی ها در دره پیچ و چغسرای مواجه شد. مناطقی که در آن زمان جز قلمرو بلورها بود. اسکندر که 4 سال تمام در جغرافیای کنونی افغانستان ماند به جای تاکید بر تداوم جنگ در صدد جلب اعتماد آنان برآمد و با لشکر نزدیک به 2000 که اکثریت آن را نورستانی ها تشکیل میدادند به هند رفت و پس از بازگشت از هند چون جنگجویان نورستانی با لباس نظامی وارد نورستان شده بودند تصور مبنی بر اینکه آنان بقایای لشکر اسکندر هستند باقی ماند. ادعی هم مردم آن را آریایی میدانند. آنان به این باورند که نورستانی ها 4000 سال قبل از میلاد از سایر اقوام آریایی که در دو طرف دریای امو و در مناطق مختلف افغانستان و آسیای میانه میزیستند با عبور از دریای اکسوس که اکنون به نام امو دریا یاد میشود به کوهستانهای نورستان مهاجرت کردند و آنجا جایگزین شدند. آنان با این باورند که الیناها اجداد قدیمی نورستانی های امروز هستند. پس از ایجاد خط دیورند در سال 1893 میلادی بلورستان آن زمان به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شد که قسمت غربی آن در افغانستان و قسمت شرقی آن که در برگیرنده چترال است به هند بریتانیوی تعلق گرفت. فکر تصرف نورستان را سلطان محمود غزنوی، امیر تیمور، بابر، جلال الدین اکبر، جهانگیر و امیر شیرعلی خان نیز در سر داشتند. آنان به این منطقه به قصد تسخیر رفتند اما به صورت کامل موفق به تصرفشان نشدند. هرچند شواهد مبنی بر این که امیر شیرعلی خان دستور تصرف نورستان را داده باشد وجود ندارد. در میان سالهای 1870 و 1879 و جنگ دوم افغان انگلیس، انگلیس ها در کامدیش با تکتیک جنگی زنان قریه که مردانشان قبلا با نیرنگ بعضی از افراد گجرها از قریه به بهانه مقابله با متجاوزین بیرون کشیده شده بودند شکست خوردند. نورستانی ها قبل از اسلام به سه چیز عقیده داشتند. یک، پرستش معبود خیالی به نام یمرا. دو، اعتقاد به توانایی و مداخله از جنه به امور زندگیشان. سه، پرستش ارواح اجدادشان. آنان کائنات را نیز به سه طبقه تقسیم کرده بودند. یوردیش یا جهان تحتانی، جایی برای مردگان ارواح. مجدیش یا جهان وسط یا زمین. و اردیش یا آسمان که با باورشان سرزمین خدایان بود.
نورستانی ها مردگان خود را در صندوق ها گذاشته و دورتر از قریه در مغاره های کوه می گذاشتند. پس از مسلمان شدن نورستانی ها 25,000 نورستانی به کابل انتقال داده شدند که اکثرشان در پغمان جابجا شده و سپس در زمان امان لاخان اجازه یافتند که به سرزمین های اصلی خود برگردند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان در جریان سال روان خورشیدی نورستان را به عنوان پارک ملی افغانستان اعلام کرد. قبل از این بند امیر بامیان و واخان بدخشان نیز پارک ملی اعلام شده بودند. نورستان از جاذبه های گردشگری برخوردار است و تردیدی نیست که در صورت توجه جدی به این ولایت، نورستان زمین ساز عاید هرچی بیشتر از طریق صنعت گردشگری به افغانستان خواهد شد. تا هفته بعد بدرود.